به 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 سلام علیکم. سلام، من واقعا جون گرفتم از این همه ذوق و شوق و شور و حرارت و ماشاءالله همسایه های خوب. خوش اومدید همسایه های محترم، حالتون چطوره؟ خوبه؟ بله، البته شما همیشه اینجا هستین ها، ولی جا داره، جا داره که به شنوندگان عزیز رادیو سبا که از راه دور دارن صدای ما رو میشنون یه خوش آمد بگم. و میدونید که ما هر پنجشنبه ساعت 18 در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه سیاه‌سفید رو تقدیم شما میکنیم. خیلی ازتون سپاسگزار و ممنون و متشکرم. امیدوارم از هر جا، از هر شرایطی که صدای منو میشنوفید دلتون روشن باشه. به چی؟ به نفع نخیر، به بر نه، به نور امید روشن باشه. به به، اینم تنبکمون که داره منو همراهی میکنه با یک ورود جدید و حماسی و شلخته همراه ما هست. خیلی ممنونم تنبک جان. نه عزیز، عزیز شما دست میزنید تنبک ما لوسه یه مقداری. عزیزم، عزیزم بابا بسه دیگه، خندیدیم دست در نکنه، تشویقش کنید. شاید به 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 به، خب بسه دیگه. تنبک بابا یکی بیرون. جورجی. بله جورجی. بله بله. تنبک به کسو کار نیست که داری بهش زور میگی. من کی زور گفتم؟ من چه زوری گفتم؟ چرا سر صدا نکنه؟ پولشو میخواد عزیز دلم. ها؟ آره؟ پول؟ پول؟ پولشو؟ پولو بله؟ پولشو میخواد. عجب، میگه پولمو بده. عجب بابا. سیا جون، شما الان اومدی حق و حقوق نداشته تنبک رو زنده کنی. میدونی واسه این که تنبک اونجا نگه داری باید مالیات به من پرداخت کنی؟ مالیاتشو باید بدی. مالیات برداشت میکردم؟ کم صبح تا شب مالیات برداشت کردم، آوردم ریختم تو حلقه؟ خیر، بنده عرض کردم. چی؟ مالیاب زایات؟ جهت تو آباتت زایاتیه. به تنبک میگی آشغال، تنبک بهت گفت آشغال. من کی گفتم؟ بابا شلوغش نکن که گفتم آشغاله. چرا حرف تو دهن مردم میذاری؟ مردی که مدل راست گفتی تنبک، الحق که همونیه که گفتی. نه گفتی چی؟ مؤدب باش اولا. نه شما اولا مؤدب باشین. شما مؤدب باشین. من تو مؤدب باش. تو مؤدب باش. تو مؤدب باش. چشم. تو مؤدب باش. چشم. من گفتم مالیات منظور اون بخشی از حقوق شماست که بایستی یا باس کم بشه در ازای این خدماتی که من اینجا دارم به شما ارائه میدم. مثلا از یه هتل 5 ستاره من دارم اجاره میدی؟ چی رو اجاره میدی؟ مگه نگفتی جای خواب و غذا مجانیه؟ چندر قاز داری پول میدی؟ یه چیزی هم میخوای ازش کم کنی؟ عزیزم اجاره نه، ارائه. همه باس یا همون بایستی یا باید مالیات بدن. بالاخره این خدمات و امکاناتی که داری ازش استفاده میکنی مفت مفت، اینا از زمین سبز نشده، پول پاش رفته، زحمت کشیدم، عرق. چی میگه؟ چقدر نه بابا تنبک، این چیزا حالیش نیست. چی میگه بگو؟ میگه دیگه میگه؟ نمیزنه. خودت برو دبه بیار، با دبه واسه خودت ضرب بگیر. اینجوری هست؟ با دبه واسه خودم پس ضرب بگیرم بهتر؟ نزنه اصلا، نزنه. کسی اینجا از اولم تنبک نمیخواد. کیه؟ مامور مالیات. اشتباه گرفتی. در رو باز کن آقا. یعنی چی اشتباه گرفتی؟ میگم مامور مالیاتم. منم دارای وجناتم، میگم اشتباه گرفتی. در رو باز نکنید براتون گرون تموم میشه ها. گرونی میشه؟ زکی دیگه بدتر از این، ما رو از ذره بریده میترسونی منفو؟ باشه باز نکن، فقط به فردی به نام سیا بگو که از امروز مجرم شناخته میشه و از طرف اداره مالیات تحت تعقیبه. بگو موندم تو کوچه کار واجب دارم. چی میگی؟ صدات نمیاد. بیا تو، بیا تو، بیا بیا، دلم به حال سوخت. بیا تو، خیلی خوش اومدی، برو تو حیاط اونجا کارتو بکن و زود شهرت هم کم کن برو. انگار مخ تاپ داره ها. آره یه خورده شخصی داره. به نام سیا دارید اینجا؟ بله داریم، ولی شستی نیست، آبدارچی. آبدارچی؟ باره. یعنی سیا اینجا آبدارچیه؟ باره. عجب جالبه. پنج انگشتیه وجب، خیلی هم جالبه. چیش جولبه؟ با این همه مال و اموال عجیبه که کارمند باشه اینجا. کدوم مال و منال؟ بفرما. نگاه کن، تمام این موارد از املاک و مستغلات گرفته تا سرمایه های در گردش و راکد و خلاصه کم نیست. خودش رو صدا کن، بی زحمت کار دارم باهاش. وایسا وایسا ببینم، همه اینا که گفتی مال آقاسیاست؟ بله، به نام ایشون معرفی شده به اداره مالیات. منفور، منو دست انداختی؟ مأمور هستم، با کسی هم شوخی ندارم عزیزم. تومک! تومک بیا که روزگار چرخید، بیا که عروسی به کوچه امام رسید.
نکن. چایو جوشونده و شربت واسه چی بریزم؟ دیگه نریز دیگه نریز. عشق بدبختی و خفت واسه چی بریزم؟ دیگه نریز دیگه نریز. ای حبیب من، ای طبیب من، ثروت و مکنت شد نصیب من. لای لای لای. آبا چه خبره؟ چه خبره؟ اینجا رو گذاشتید رو سرتون. تنبک بگه قرار نبود توی چی نگی هستن. عجب گیری افتادیم بابا. یه سلام جناب. پوست بده. بله سلام. سلام آقای سیا رو لطف میکنید صدا کنید؟ سیا؟ من یه ساعته دارم معرکه دوستان رو تماشا میکنم در حالی که فرصت زیادی هم ندارم. اینجا باشم. شما محترمی هم هستید. من عذرخواهی میکنم از جانب خودم. متشکرم. سیا؟ خب آخه شما سیا اینه دیگه. شما؟ ایشون؟ بله. شما آقا سیایی بعد یه ساعت خودتو معرفی نمی‌کنی؟ وای وای مگه دوست خودشه. گرفتی؟ دستتو بنداز ببینم. بیا اینجا. بیا اینجا ببینم. نه آقا چی شده؟ بله دست کمی از دوز نداری یا؟ آقا دوز نیست این. چی؟ خودت چی میگی؟ دوز جهت آبادته. نه یه لحظه اجازه بدین دوستان آرامش خودتون رو حفظ کنید. سیا جان، تنبک، دوست عزیز، شما اول خودتون رو معرفی کنید بفهمید کی هستی. منفور مایاته. مأمور مالیاتم. آها جناب مأمور؟ ایشونن؟ بله آقا سیا ایشونه. آقا سیا ایشون هست. بله بله, بله. اون مال و منالی که تو دفتر دسته که نوشتی گفتی همش مال منه. ایشون رد کن بیاد. ایشون هست. چی رو ایشون رد کن بیاد؟ ایشون هست. مگه دست منه که رد کنم بیاد؟ نه شما به خاطر فرار مالیاتی مورد پیگرد قرار گرفتی. پیگرد؟ کیو هیکرد؟ جد و آبادت قاتل. نه ای دور صحبت کن سیا جان. مأمور مالیات و منظورشون تحت تعقیب خدای بدبخت. من که همون اول گفتم برو تو موال کارتو بکن، این کارا رو نداره. ایشون یا استاد فرار کردن و دور زدن یا مورد سوء استفاده قرار گرفته. نه ایشون برای فرار مالیاتی. چرت و پرتا رو میگی که پول منو بالا بکشه. کور خوندی. اجازه جناب مأمور. یه لحظه تشریف بیارید اینجا. بله. میشه شما بفرمایید مبلغ مالیاتی که سیا جان بدهکار هستن؟ من بدهکارم؟ کدوم مالیات؟ واسه این چندرغازی که من دارم حقوق میگیرم تو جونت در میاد بدی بدهکارم شدم؟ آقا شما بفرمایید. میلیارد آقا. خاک به سر. زودتر یه فکری به حالش نکنه براش سنگین تموم میشه ها. عجب عجب. پس یعنی آقای مأمور مالیات قضیه جدی شده دیگه، درسته؟ بعد هیچ جوری هم نمیتونه از دستتون در بره دیگه. نه نمیتونه. گرفتینش دیگه، بگیرینش ببرینش آقا. البته قضیه یه کمی هم مشکوکه. نه مشکوک این نمیخوره این همه سرمایه داشته باشه. آقای جناب مأمور بهش نمیخوره ولی ایشون خب سرمایه داره دیگه. ما هممون اینجا واسه آقا سیا کار میکنیم. من اینجا نوکرشون هستم. ایشون یه خلق و خوی خاصی دارن، خیلی ساده میزیان. آره ساده، جزو ساده زیا هستن. آره ایشون هم حمال بنده هستن. بله. جورجی معرفی میکنم. برو جورابامو بشور بیا. چشم آقا سیا نوکرتونم، حمالتونم. اجازه بدید مهمون برم. من جوراباتونم میشورم. آقا سیا تازه به این موقعیت رسیده. بله خیلی هیجان داره. بله و یک من خدمتتون عرض کردم ایشون یه مقداری اخلاق خاصی دارن و حالا شما میخواید تشریف ببرید من خودم خدمت میرسم. اجازه بدید تکلیف یه چیزایی داره روشن. جورجی اصلا بله برو ناخونگی رو بردار بیار این ناخونا رو بگیر. چش سیاه جان دستور میدم. اجازه بدید سیاه جان. نه من شما به جز این فرمایشات ساده دیگه چی کارا میکنید؟ اجازه بدید من خاک بر سر من کنم جناب مأمور. آره من خاک بر سر ایشون خودم میکنم. ایشونو راضی میکنم خودشون بیان اداره مالیات کت بسته خدمت شما عزیزان. شما بفرمایید من اجازه بدید آقا نه شما برید. نفرمایید آخه چی نفرمایید بریم بابا. نه بفرمایید اول مان منو بدید مالیاتش هم میدم. بفرمایید خواهش میکنم آقای مالیاتیان. باید تکلیفت روشن بشه. شما برو من راضیش میکنم ایشون بیاد. بابا این دو دلار بده دیگه. جورجی برو دو تا چای بریز بیا ببینیم. چی گفتی؟ گفتم برو به کارهای اوبدارخونه برس تا دو تا چای هم بردار بیار. تجده جمع کن برای سر کارت بریم بابا. دور برداشته واسه من. من حالا یه چیزی گفتم جلوی مأمور مالیاته. پرو نشه واسه من. مال منو بده. بردم بالا کارت ببینم. این فقط یه صحنه سازی بود عزیزم. من بازی زیرپوستی کردم. پوست یعنی به اسم من نکردی؟ نه خیر نوچ. پس چجوری مالیات چی اومده بود عقب من؟ ای اونش دیگه به تو ربطی نداره. تو همه کارا که قرار نیست تو دخالت کنی نخود هر آش. جورجی؟ تو شرف داری؟ بله. هیچی میگم شرف داری دیگه. بله. خیلی با شرفی. بله که چی؟ خیلی با وجدانی. بله که هستم. خیلی با مسئولیتی. بله. خیلی با اخلاقی. خیلی. خیلی دو در بازی. بله. خیلی پلشتی. خیلی به در نخوری. بله. درست حرف بزن برو دنبال کارت ببینم. هی منم بله بله میگم. بفرما.
این چی گفت؟ این چی میگه؟ همون که لایق اسفودو گفت. با نبات میخورم هلم نزن. کوف بخوری. ای چی گفتی؟ بیا اینجا ببینم سیا. بیا اینجا. شنوندگان عزیز، دیدید بعضیا یه اصراری دارن به چیزایی که واقعا اونقدر مهم نیست، بی‌ارزشه ها، ولی هی پافشاری میکنن، اصرار میکنن. مثلا همین دوست مأمورمون که تشریف آورده بودن از اداره مالیات که بسیار محترم بودن، من نمیدونم تشریف داشتید، حالا شنیدید یا نه، به هر حال همسایه‌ها، شما که اینجا بودید دیگه، شاهد و ناظر، دیدید چی کار کرد؟ دیدی چه اصرار و اجباری داشت که من از مالیات مثلا فرار کردم، حالا بیاد مالیات منو بگیره؟ انگار ارث باباشو میخواد از مردم بگیره. آخه یکی نیست بگه که بابا مگه مالیات یه قرون دوزاره؟ اصلا از قدیم گفتن مالیاتو کی داده کی بریده. مالیات همینجوری یه چیزی هست که هست. ما میدیم، ما واقعا نباید، ما دادیم و میدیم، ما دادیم و میدیم. جدی شما یعنی آره. همه مالیات ها رو پرداخت میکنید درسته؟ آره بابا، نمیتونیم ندیم. آها. ازمون میگیرن. درسته، بله، قبل اینکه حقوقو بدن مالیات ازش کم میکنن. آها، خب اون که دیگه چیزی نیست بابا، مالیات و حقوق شما اونقدری نیست که بخواد خدای نکرده بهتون فشار بیاره. بعدش هم خواهش میکنم همسایه های عزیز به سرمایه دار بودن من تیکه نندازید، برای آخرتون باشه. حالا گیرم من یه سرمایه ای با عرق جبین خودم چیک 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 به دست آوردم، کی گفته باید مفت و مسلم من دو دستی بیام اون همشو تقدیم اداره محترم مالیات بکنم؟ عزیزان خدومی که در اداره مالیات هستن، آخه چرا خرج اتوبوس و پارک و جاده شما رو من باید بدم؟ من مجری که اینجا زحمت پنجره میذارم. قربونتون برم، بذار سر تو بازم یه ماچی کنم. ای جان، میشه من سرم رو بذارم رو شونه شما؟ شما کلمه یه ماچه دیگه، یه ماچه دیگه. بیا بیا، برای چونه زر رو بردم که گفتی دوست داری. سلام بر آقا بزرگ و خانم بزرگ، این دو کفتر عاشق که در اتاقه که نگهبانی استدیو دونه دونه چوب آوردین لونه کردین اونجا، شرمنده فرمودید خانم بزرگ. شرمنده باشه مادر جون، نوش جونه. سلام، من و خانم بزرگ داشتیم از صحبت های شما برای شنوندگان لذت می‌بردیم بابا جون. یعنی مثل فالگوش یعنی نه، افتخار دادیم، گوش می‌کردین، گوش می‌دادین. مادرم همیشه اینو میگو. ای قربون شما برم، پس از قدیم الایامم فرار مالیاتی مرسوم بوده، این چیز جدیدی نیست. اسمشو نذاریم فرار، بهتره پسرم. آره بابا، مردای بزرگ و شجاعی بودن کسایی که بر این قول بیشاخ و دو فائق اومدن. قربونتون برم، یکی شده من جوون که بودم. خب حالا ما شروع نکن از زور نداشته یه جوون یا چاخان کن. چاخان چیه خانومم؟ تو که دیگه شاهد. بله، حالا خانم بزرگ شما هم خواهش میکنم بدین ایشون بگن. آقا بزرگ میفرمایید. بله، بفرمایید. خلاصه که ما دیدیم شما فهمیده یا جوان جون، خوشمزه بود مادر. عالیه عالیه، اجازه بدین من واقعا نوش جونه، چه خلال بادومایی هم ریختی تو سنگ کمون گذاشتی واقعا. بله پسر، دست و دل باز و دوست داشتنی خودم. بله، ما گفتیم دیگه وقتی شما خودت نظرین در باره مالیاتینه دقیقا نمیده. من و این خانوم بزرگ کی باشیم که بخوایم روی حرف شما این حرف رو بزنیم بابا جون؟ قربونه جون برم، چه خوشمزت خانوم بزرگ. نوش جونه، فهمیدی رو حرف من کدوم حرف رو دارم؟ همین که گفتی مالیاتو کی داده و کی گرفته دیگه. اون حرفو میگین؟ نه، اجازه بدین، اجازه بدین. اگه منظورتون این چندرغاز مالیات یکی از حقوق آقا بزرگ کم میشه، ببینید استدیو خرج زیاد داره، بالاخره هممون داریم از خدمات و امکانات اینجا استفاده میکنیم. منم واقعا چی میگه؟ من میگم هنوز هیچی نگفته. من کجا هیچی نگفتم، این همه حرف زدم. آقا بزرگ، خانم بزرگ، فکر کنم شما آنتن سمعکتون یه مقداری اشکال پیدا کرده. ببخشید پسر دندون گرده عزیزم. بله، مگه من چقدر میگیرم که مالیات بدم؟ چندرغاز، من و خانومم که اصلا از اتاقمو بیرون نمیان که بخوایم مالیات چیزی رو بدیم. اجازه آقا بزرگ،
آقا بزرگ جان قربونتون برم شما دیگه این حرفو نزنید دیگه، ما همه بالاخره داریم اینجا زندگی میکنیم و با این همه تجربه که شما ماشاءالله کوله باری از تجربه دارید این حرفا بعیده، این حرفو نزنید. زرد خوردی همشو یا چیزی هم تهش مونده؟ نه دو تا قاشق بیشتر نخوردم، دستم درد نکنه، خیلی هم خوشمزه. بگیر ازش کاسه رو، نه بقیه‌شو بخور، گفت بخوری مگه شو لذت مفتیه که درست کنم تو بهتون به تو مفتی باخری. بفرمایید بابا نخسید، یه پیاله شله زرد که دیگه مالیات نداره، دهنی هم از دنگ عزیزم میریزم جلو سگا میخونم. عجب جلو، عجب بابا آدم. اینجا هر کس عزیزان محبتی به آدم میکنه اینا همشون گرگن، سلامشون بی طمع نیست. سیا یه دقیقه بیا. آه. ها چی آخه؟ بیا اینجا بگو تنبکم بیا. زود باش. بیا تنبک ببینیم چی میگه این. خب دستون درد نکنه. خیلی هم خوش اومدید. خب کو عجب بابا بابا شما تو تا اینجا اومدی. یه استکان چای، یه لیوان شربتی چیزی بیارید، من گلوم خوش شده انقدر حرف زدم. بهتره که ایشالله گلوی تو چای ویله، سیرابی نداره که. چی میگی تو؟ من واقعا بعضی موقع احساس میکنم دارم بریم توهین میکنی. میگم از صبح که چند تا لیوان چیز میز لوموندی نترکیدی ایشالله. و قربونت برم، اولا که اینجا باید بگی خدا نکنه وقتی من میگم که نمیدونم مثلا فلان و اینا، بعدش هم که نه نگران نباش، حالا اصلا بگذریم اینا رو بریز دور، حرفم چیز دیگه یه. چی گفت؟ میگه بنال، یعنی میگه بفرما. خیلی بیادبه اگه اون اولی نه، من دهنم بعد وقتا کجه یه. بله من امروز مهمون دارم و